گورستان خاوران، اسمی شناخته شده در ادبیات سیاسی ایران بعد از انقلاب که با وحشت و درد و رنج هزاران انسان بیپناه و بیدفاع گره خورده. اسمی که یادآور خونین ترین و سیاه ترین تاریخ جمهوری اسلامیه. دهه 60 و تابستان خونین 67. پاکسازی سیاسی که از بهمن 57 شروع شده بود در دهمین سال انقلاب به اوج خودش رسید. تابستونی که زندانیای سیاسی که در حال گذروندن دوران محکومیت خودشون در زندان بودند به دستور آیت الله خمینی با تشکیل هیئتی که بعدها به هیئت مرگ مشهور شد اعدام شدند. گورستان سوتوکوری که محل دفن ده‌ها هزار زندانی بی‌دفاعی شد که شبانه تو گورهای دست جمعی دفن شدند. بی هیچ نام و نشون و بی هیچ مزاری. حتی به هیچ فرصتی برای سوگواری خانواده هایی که عزیزانشون رو در این کشتار وحشتناک توسط رژیم جمهوری اسلامی از دست داده بودن. سلام، من زهرالملوکم و اینجا کانال شهر فرنگه. لطفاً تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. دهه 60 یکی از جنجالی ترین دهه های تاریخ ایرانه. دهه‌ای که آغازش با پس‌لرزه‌های انقلاب و جنگ و کشمکش‌های سیاسی بود تا درگذشت آیت‌الله خمینی و انتصاب خامنه‌ای به مقام رهبری. دهه‌ای که زندگی امروز جامعه ایران رو تحت تأثیر قرار داده. اما یکی از ابعاد تاریخی این دهه که تاریخ هیچ وقت فراموش نمی‌کنه اعدام‌های سیاسیشه. اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی هیچ وقت آمار دقیقی از اونها اعلام نکرده و هنوزم هیچ مرجع قانونی بین المللی در این باره حکمی صادر نکرده. نقطه اوج اعدام‌های سیاسی تابستون سال 67 بود. جنگ 8 ساله ایران و عراق با میانجیگری سازمان ملل و امضای قطعنامه به پایان رسیده بود و خمینی و انقلابیون هم که پذیرش اجباری قطعنامه 598 رو تعبیر به خوراندن جام زهر می دونستن حسابی عصبانی بودن. 3 روز بعد از امضای این قطعنامه بود که سازمان مجاهدین خلق با رهبری مسعود رجوی که زمانی جزو انقلاب 57 بود و بعد از انقلاب با اسلامگراها دچار اختلاف و عملا وارد جنگ شده بود، با پشتیبانی صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق، از سمت غرب با کمک ارتش عراق و با تجهیزات سنگین نظامی به ایران حمله کردند. این عملیات فروغ جاویدان نام داشت و مجاهدین تونستن تا 30 کیلومتری کرمانشاه پیشروی کنند. جمهوری اسلامی هم در مقابل در عملیاتی به اسم مرساد تونست این برنامه رو خونسا و تعدادی از مجاهدین رو دستگیر و زندانی کنه. اون زمان زندانای ایران پر از دانشجویانی بود که اکثرشون اوایل دهه 60 روانه ی زندان شده بودند. هوادارای مارکسیسم، چپ، جنبش چریکی یا مجاهدین خلق. خمینی که از حمله مجاهدین خلق بسیار عصبانی شده بود، تصمیم میگیره انتقامش رو از زندانیای سیاسی به ویژه اعضای سازمان مجاهدین و کمونیست‌ها بگیره. و در حقیقت این اتفاق بهونه‌ای دستش میده تا به یه پاکسازی و تصفیه فاجعه بار دست بزنه و چهره جنایتکاری از خودش در تاریخ باقی بذاره. اون با صدور فتوایی به مقامات جمهوری اسلامی دستور داد تا با خشم و کینه انقلابی خودشون تکلیف زندانیای سیاسی رو مشخص کنن و هر کسی رو که با خمینی مخالف بود یا هنوز خودش رو جزو مجاهدین میدونست و بهشون معتقد بود بدون برگزاری دادگاه، بدون دفاعی محارب و مرتد اعلام کنن. چون خمینی اونا رو لایق مرگ می دونست. این در حالی بود که اون موقع بسیاری از اونها قبلا محاکمه شده بودن و مشغول گذروندن حکمهای کوتاه مدت یا بلند مدت حبسشون بودن. خمینی تصمیم به قدر مخالفانش رو دستور اسلام و خدا عنوان می کنه و طی نامه ای خواستار تشکیل یک هیئت 3 نفره می شه و می نویسه رحم بر محاربین ساده اندیشیست. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامیه. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خدای متعال را جلب کنید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنهاست شک و تردید نکنن و اشد و علل کفار باشن. اعضای هیئت مرگ حسین علی نیری حاکم شهر
مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین بودند. کارشون پرسش سوالای کلیدی در خصوص عقیده سیاسی زندانیان بود. کلیدی ترین سوال از نیروهای چپ این بود که مسلمونی یا مارکسیست؟ کسانی که پاسخ میدادند مارکسیسم، سرنوشتشون از قبل تعیین شده بود. اعدام. چون حکومت اونها رو مرتد میدونست. سوال از زندانیای مذهبی هم که بیشترشون از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودن این بود که موافق جمهوری اسلامی هستین یا مخالف. هر جوابی جز موافقم باعث میشد تا زندانی رو به جرم محارب بودن به جوخه اعدام بسپارن. زندانی‌ها نمی‌دونستن که دلیل پرسیدن این سوالا چیه. در حالی به سوالا جواب میدادن که اکثرشون فکر میکردن قرار آزاد بشن. فرمان سری خمینی این بود. کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام هستند. با این فتوا حدود 4000 نفر در طول چند هفته به اعدام محکوم شدند. زندانیای سیاسی زمانی می‌فهمیدن وارد قتلگاه شدن که چشمشون به طناب‌های قطور و آویزون از سقف سالن اعدام می‌خورد. بعد از شنیدن صدای اذان صبح زندانیا رو به جوخه اعدام می‌سپردند. هر شب کامیون به زندان می‌اومد و پاسدارها با صلوات و گفتن درود بر خمینی و شعارهای مرگ بر منافق و مرگ بر کمونیست اجساد رو به داخل کامیون پرتاب می‌کردند. تعداد اعدام شده‌ها به قدری زیاد بود که جمهوری اسلامی مجبور میشه اجساد رو به صورت دست جمعی و بدون نام و نشان و با لباس تو منطقه‌ای در جنوب شرق تهران در کنار جاده خاوران دفن کنه. جایی که قبل‌تر هم اجساد مخالفانش رو در همونجا دفن می‌کرد. گورستان خاوران. گورستانی که بخش شمالی اون محل دفن گروهی دیگه ای از ایرانیایی بود که بعد از انقلاب به خاطر دین و آیینشون به کرات مورد ستم و تبعیض قرار گرفته بودن. تنها 2 سال بعد از وقوع انقلاب، حذف و اعدام پیروان آیین بهایی از طرف سران رژیم شروع میشه و همزمان گورستانشون در تهران مصادره و هزاران مزار متعلق به اونها هم تخریب میشه. اونا رو مجبور میکنن تا پیگر عزیزانشون رو در زمینی خارج از شهر در منطقه خاوران بدون سنگ قبر به خاک بسپارن. زمینی به ابعاد 30 متر در 60 متر واقع در جنوب شرقی تهران در ابتدای جاده مشهد که چیزی جز زمین خاکی نبود و دور تا دور اون رو حصار آهنی کشیده بودن. هرچند که بعضی از خانواده ها در جایی از این گورستان به صورت نمادین سنگ قبرهایی نصب کردن تا یاد عزیزانشون رو زنده نگه دارن. بهایی‌ها اسم این گورستان و گلستان جاوید گذاشته بودن و خاوران به نوعی تا قبل از سال 60 محل دفن غیر مسلمونا بود. بخش غربی آرامستان ارمنیا بود که از شرایط نسبتاً بهتری برخوردار بود و تو قسمت دیگه‌ای هم باقی مربوط به هندوها بود که مردگانشون رو با مناسک خاص خودشون در اونجا به خاک می‌سپردن. بخش جنوبی گورستان هم زمینی بود که جمهوری اسلامی بعد از انقلاب مخالفانش رو اعدام و اونجا دفن میکرد. اما دردناکترین بخش ماجرا دفن پیکر مخالفین اعدام شده ی سال 67 در گورهای دست جمعی در این گورستان بود. اوایل مرداد 67 عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و رئیس شورای عالی قضایی در خطبه نماز جمعه مجاهدین رو منافقین خطاب کرد و به اونها وعده مرگ داد و گفت سراغ زنان زندانی هم خواهیم رفت چون اجازه این کار رو از خمینی گرفتیم. بعد از این سخنرانی بود که خانواده زندانی ها احساس خطر میکنن و پیگیر عزیزانشون تو زندان میشن، اما با خبر میشن که اونها رو اعدام کردن. صبح 7 مرداد سال 67 چند تن از بستگان زندانیای اعدام شده با یه قرار قبلی به صورت پنهانی به گورستان خاوران میرن. تو بعضی قسمت‌های این گورستان دست انسان و گوشه یه پتوی از خاک بیرون زده توجهشون رو جلب میکنه و شروع به کندن زمین میکنن و متوجه میشن جسدهای زیادی با لباس روی هم دفن شدن. یکی از اونا
بلافاصله با دوربین عکاسی از این جنایت عکس میگیره و این چند قاب عکس از دفن شدگان خاوران تا امروز تنها سند تصویریه که وجود گور دست جمعی در خاوران رو ثابت میکنه. این عکس ها چند ماه بعد در خارج از ایران منتشر میشه. حالا که خانواده همه زندانی ها متوجه محل دفن عزیزانشون شده بودن، اجازه ی رفتن به این گورستان رو بهشون نمیدادن و در صورت رفتن بر سر مزار عزیزانشون احتمال اینکه توسط مامورهای جمهوری اسلامی بازداشت و دستگیر بشن بسیار زیاد بود. در طول سالهای بعد بعضی از شاهدان دیده و شنیده بودند که چندین بار تو گورستان خاوران استخوان و بقایای اجسادی کشف شده که دوباره اونا رو دفن کردند. در دوره احمدی نژاد کنترل بر بخش جنوبی که محل دفن قربانیان کشتار 67 بود بیشتر شد، طوری که حتی دیگه مثل قبل هم امکان ایجاد تجمع و گرد همایی خانواده های قربانیان وجود نداشت. این کنترل حتی شامل بهایی ها هم می شد و خانواده های بهایی که قصد داشتن بر سر مزار عزیزانشون در گلستان جاوید قدیم برن به کرات با در بسته روبرو می شدن. اما در اواخر سال 99 با اینکه گلستان جاوید جدید هنوزم برای خاکسپاری درگذشتگان جا داشت، از طرف نهادی نامشخص شروع به سنگ اندازی بر سر دفن درگذشتگان بهایی در اونجا شد. به خانواده ها گفته شد که باید مردگانشون رو از این به بعد در بخش جنوبی، یعنی همون مکان گورای دست جمعی قربانیان دهه 60 به خاک بسپارن. یکی از شاهدان عینی در این رابطه گفته میخواستن آثار جرم رو کاملا رفع کنن. ما خیلی مقاومت کردیم و باز هم به دفن مرده ها در همان گلستان جاوید جدید ادامه دادیم. ولی فردی بدون اینکه کارت شناسایی ارائه بده و معلوم باشه از کدوم نهاده، هر روز به گلستان جاوید جدید رفت و آمد داشت و بدون اینکه بدونیم مسئولیتش در اونجا چیه، مدام اونجا بود و نظارت می‌کرد و از مردم عکس می‌گرفت. دور تا دور هر دو زمین رو با فاصله چند متر پایه‌های دیوار بتونی گذاشتن و اوایل به بهایی ها می‌گفتن این به شما ربطی نداره و قرار قبرستان کلیمیان باشه. اما بعد از تکمیل دیوارها روی اونها دوربین‌های امنیتی نصب شد. به نظر می‌رسه که جمهوری اسلامی با چنین تمهیداتی سعی در پاک کردن گورستان خاوران از ذهن و خاطره ایرانیان داره تا بتونه آثار جنایت کشتار خونین دهه 60 و به ویژه تابستان 67 رو از بین ببره. اما ادامه سال 67 از هر زاویه‌ای که نگاه کنی فاجعه است. چند هزار نفر بدون محاکمه و با کینه انقلابی محکوم به اعدام میشن و حتی پیکر اونها هم مورد بی احترامی جمهوری اسلامی قرار میگیره. خانواده ی اعدام شدگان سال 67 هر سال در اولین جمعه یا دومین جمعه شهریور ما به نشانه ی سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در خاوران جمع میشن تا برای عزیزانشون که حتی مزارم ندارن سوگواری کنن. هرچند که همیشه زیر سایه سنگین ماموران امنیتی جمهوری اسلامی هستن و جمهوری اسلامی مانع همین سوگواری ها هم میشه و با آزار و اذیت و تهدید و بازداشت اونا رو متفرق میکنه. هنوزم بعد از گذشت 35 سال از اون فاجعه خانواده ها سعی دارن پرونده اعدام های سال 67 رو باز نگه دارن و صداشون رو به گوش همه مجامع قانونی دنیا برسونن. تنها خواسته اونها برقراری عدالت. مرسی که با این داستان هم همراه من بودین. لطفاً برای حمایت از من این پست رو لایک کنید، نظرتون رو کامنت کنین و اگر تا به حال عضو کانال شهر فرنگ نشدین، با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش عضو کانال ما بشین و از پستای بعدی من با خبر.